بله، در ادامه برنامه بخش کافروشی هستیم با حاجی اکبر زرگر. صبحتان بخیر حاجی صاحب، خوش آمدین. عید گذشته مبارک. خوش باشی، عید گذشته شما مبارک. از تمام کسایی را که ما در عید دیده نتونستیم عید گذشته تبریک میگویم. با شکر خدا که عید قسمی آمده که تا روز شنبه هم عید است. حاجی صاحب همونطور است، چای انداختیم، باز میتونین بگیرین حاجی صاحب. تشکر. صبح شما بخیر، صبح کلگی بخیر، ایمل جان که هر جای هست یادش بخیر. رخصت هست امروز که تزی عید مبارکی نکردیم، ما از همی دور برش عید مبارکی عید گذشته رو تبریک میگیم. تشکر آجی صاحب. آجی صاحب امروز امرای خود تیکر آوردن، پرنده تیکر. آجی صاحب مرغ تیکر یکی از ویژگی‌هایش است که میگن بسیار زیاد هوشیار است و صدای بسیار بلند داره. صدای بسیار بلند هم داره. در خانه کی باشه اگه یک بیگانه دوی داخل شوه یک رقم چیریق پیریق میکنه، خوارجان که دیگه این همسایه را خبر میکنه، یعنی امتو میشناسه دیگه نفر بیگانه را. مرغ اشار و بیدار و بسیار باخبر است. خب منتا وقتش که پوره شوه و بیخبر هم میشدم، یک پنج شش شد پیشتر از یک دوست ما دکتر شیزداد ما، چون که روبا آمد کدام چیزی آمد دانیشه کشت، یکشون گرفت رفت سیدانه. باز دیگه در قفص نگاه نمی کنند دیگه تکره؟ نه، این در همیشه وقت مثل مرغای دیگه وارد در روی اولی گشت گذار میکنه. و بسیار تخم قوی هم داره؟ بسیار. همونطور که تیکری میگن همین تخم از یه قدر قویسته که در قدیما که دیگه تخم ها میجنگ زور دیگه تخم ها بخش نمی، فقط تیکر هم میفهمیم که چیست. ما تیکر هم توته کاسای استالفی را میگفتیم قدیم. تیکر توته کاس اونم به مو اندازه ای هم قایم هستم تخمش. آجی صاحب این هفته آینده بخیر جشن استقلال است. سابق سالهای قبل در افغانستان چی رقم جشن استقلال تجلیل میکردن و جشن میگرفتن؟ جشن استقلال خو بارها گفتیم کل مردم خبر داره که جشنای افغانستان در هیچ دنیا نبود. هیچ دنیا برابر جشن افغانستان هیچ جشن نداره. در افغانستان تو جشن میشد که از تمام دنیا پهلوانایش هم اینجا می آمد، هنرمنداش می آمد، خصوصا کشورهای نزدیکی اینمی جا کلشان می آمدن، پهلوانایشان کلشان بای می دادن می رفتن. یک جشن بود که دیگه خدا ببخشه امان‌الله خان یک آزادی و یک استقلال برای افغانستان جور کرده بود، خیلی مقبول بود. حالا کمک کمک بوش میآید، خدا آرامی رو بیاره، شاید جشنای قدیم باری باز دوباره بیاره. همین جشنی را که همکاران ما در باغ چهلستون شب عید برگزار کرده بودن، من اونجا تشریف آورده بودین حاجی صاحب، دیدیم شما را. اما تو جشنا دیگه چند شب دوامدار می بود؟ اینمی یکی از نمونای شوای جشن امو شو بود که شما دیدی بالای مردم زیاد آمده بودن، مردم خبر هم نداشت. این همه قدر مردمی که در گرد ما جمع شده بود یا هر شو جمع شدن با غمیال فعلا ما کسی را خبر نکده بود. تلویزیون طلوع را کسی خبر نداشت که قدر خلق آمده، اگر خبر می شد آیا چی اندازه می شد. این همه که مردم همیشه وقت در باغ گشت و گذار میکنن. باغ اسم شما به خیال نیدی؟ نه آجی صاحب، من رفتم تا بسیار سر برش با مو خودش و با مو اندازه بسیار بزرگه. و جشن های سابق هم اونجا برگزار می شود؟ اینمه تو این باغ چهلستون خو یک بار دیگه ما گفتیم که در باغ چهلستون پادشاه ها که از هر کشور می اومد شبش هم اینجا تیر می کرد. هر چقدر گرمی باشه در چهلستون کلیاف نگیری یا کمپل نگیری شب استراحت کردن نمیتونی. بسیار یک آب هوای مقبول داشت. بازم تونم میوردن پاچه ها که میامد از این طرف سینمای پامیر که را میبرد، خدا به بخش زایر خانه باز از زایر خان چندی پاچه ها پرسان کرد که این بلند منزل هم داری همین طرف راست کارتی سخی خانه های کو بود از قدیمه وای را که چراغان رو میدید باز میمون ها میگفت که افغانستان بلند منزل هم داره. باز از طرف صبح به دگر هم میرفتن از رای دالمان باز میمان ها میامدن. این تو یک پروگرام بود، این تو یک چیز دیگه بود. یک مریم جان از جشن استقلال گفتی،
ما یک کیفت جشن استقلال یادم آمده که باید بگویم. مشنویم چی سید؟ ای با سیاسرها زیادتر کمک میکنه، ای قسمی که میکنم. امی خانم امالا خان که بود ملکه سریا مقبول ترین دختر دنیا بود. شاید تصویرش دیده باشید. بله آجی صاحب. یعنی بسیار یک دختر. در این از ای که خداوند سکه و صورت همه چیز به داده بود، عقلش بخشت قسم میکنم که چه قسم یک عقل عاقل بود. دختر محمود طرزی بود، پدر از ایام یکی بسیار از شخصیت های کلان افغانستان بود. بازمی ایره که وقت نکاش میشه که امالا خان نکاه کنن. دمی نکاه یک دوتا شاید میایه، شاید یک کسی یک بزرگ همجره، افسوس که اسم زور یادم رفته نمیفهم. بسیار کوشش کنم که پیدا کنم، اگر دادن محمد میگم. دمی مجلس امیر وکیل گرفت. ایره که وکیل گرفت. ملک سریا. امی مولوی یا امو مولای اون وقت پرسان کرد شما وکالت قبول داری؟ گفت نه. گفت چرا؟ گفت من تا که سریا خانم نبینم که او مرا وکیل گرفته چی میخوایه؟ من یک رکتش گفت میزنیم. ای گرفت پس آمد در مجلس خویره پیش ملک سریا. گفت که خود چی تو خود مرا به عیس پدر وکیل گرفتی بچه ایم؟ من چی بگرم برد؟ گفت هیچ هر چیزی که خودت میگیری. گفت نه بگو. گفت چیزی که من درخواست دارم، من چیزی که میخوایم، نه امالا خان داده میتونه هیچ چیز دمر من، نه پدرش، نه بابیش، هیچ کسی. گفت بچه ایم یا هفش پادشاست، تو یک چیز قیمتی است که امالا خان بر تو داده نمیتونه. گفت نمیتونه. گفت خود تو بگو، اگه نتونستم خب در مجلس میاد میکنم. سریا خانم گفت که آزادی وطن، که ما از زیر اسارت خارجی خلاص شدیم. خوی آمد و یک آمد کلگی به طرف از این گفت که چی کردی؟ وکالت قبول داری؟ گفتن. گفت چی؟ گفت سریا خانم گفت ولی یک چیزی را که گفته بسیار مهمه. خوی را قایم گرفتن که بگو. گفت که سریا خانم میگه دمرم آزادی وطن. میگه کلگی هم تو خاموش موند. خدا ببخشه مالا خان، مالا خان گفت که نمشته کن. اینمی می باشه که بعد از این هنوز لباس های شایی و عروسی مالا خان خلاص نمیشه که در مسجد ایدگاه ای اعلان آزادی افغانستان رو میکنه. این جشن ما هر وقتی که جشن ده با سریا خانم یادمه که چه خوب زنی بوده که در اون وقتی که او نو آروس میشد آزادی وطن خواست. اینطور انسان ها، اینطور سیاسر ها ما داشتیم، مردای ما را خوشی میکنی که هیچ اندازه نداره. افغانستان بی بی جان هم جشنش، ایدش، روزای مراسم. چند روز جشن میگرفتن استقلاله؟ جشن هفت روز بود، سه روز ولایت ها میگرفت، هفت روزی جا با شب هشتم یا شب نویم جشن پشتونستان ما داشتیم. ما خب یک شب آخره از پشتونستان هم اینجا جشن میگرفتیم. او چه قسم جشن بود؟ او جشن بود که در جاده پشتونستان یک مراسم میگرفتن از برادرای پشت. دمی رادیوی افغانستان ما که سه دقیقه مثل کال همی بیادره گب میزنه. سه دقیقه که بشت میموند که بعد خبرها شد باز یک ترانه بود که میگفت تا پشتونستان زما از قدیم. یعنی تا پشتونستان از ما. با یک شب جشن میگرفتن. باز بعد از جشن پشتونستان که صبح میشد کل ما دیگه لب روی ما ترش و تلخ میبود که جشن از پیش ما رفت تا به سال که مرده کی زمان. آجی صاحب امسال هم جشن باشکوهی در انتظار ما هست و بسیار زیبا استقلال امسال تجلیل میکنند. بخاطر استقلال ما 100 ساله میشن. تجلیل میکنند. خدا کنه که یک جشن آرام دیگه که یک رای صلح دراسته مردم بسیار خوش است. خدا کنه که امی به جایداتش برسه و کلگی ما یک جا شویم، یک آرامی و آسودگی شوه. مگر مردم افغانستان کمی آرامی و آسوده شه. از جشن های قدیم هم که این مردم بسیار دلدق هستن جشنشان خوبش میکنم. تشکر آجی صاحب، سلامت باشین از اینکه امروز آمدین. وقفه میگیریم و بعد از وقفه با شما خواهیم بود.